جون رسیدیم پیاده شو. چرا منو آوردی اینجا؟ خب تو خونه باش حرف می‌زدم دیگه. آقا جون شما تو خونه رود نمیشه باهاش صحبت کنی. من همه جا وای میسم. برو باش حرف بزن دیگه. بگو جایزه همینیه که تو الان جون شده. خونه رو هم می‌خوایم عوض کنیم. عقد عروسی هم آقا جون یک کاسه کنم. می‌فشینیم آقا شما متینا. مراسم هم اینداز عقب تا من کاربران پیش بره بعد. اینجوری هم خودتو داری عذاب میدی هم مامانو. انقدر به خودت فشار عصبی بیار تا خدای نکرده باتری قلبت وایس بدبخش. باشه من خودم میرم باش صحبت میکنم دیگه. باش بری چی بگی؟ باید بره صادقانه روک و پوسکنده همه چی رو به مهتی بگه. یا با شرایط ما کنار میاد یا میبره میره دنبال زندگیش دیگه. آقا جون نمیخواد برو بشین خودم باش حرف میزنم. ماگاتون چنده؟ قیمت ماگا از 198 تومن تا 288 تومن. یکم گرون نیست؟ کیفیت کارمون خیلی بالاست. مشکنه. ممنون. لطفا قیمت خودکارم هم بگی. خودکار یونیکورنمون 3 تا رنگ بندی دارن. 68 هزار تومن بقیه مدل ها 28 هزار تومن. آیا. ببخش من میرسم خدمتتون. سلام. سلام. شما اینجا چیکار میکنی بابا؟ اومدم ما تو حرف بزنم. خب بیا بریم تو مغازه. نه یکی دوتایی بتونیم حرف بزنیم. شما یه لحظه اون طرف وایسی من الان میام. ترکاش قبلش یه زنگ بهم میزدی. نشد دیگه. میدونم بابای خوبی برای شما ها نبودم. منو ببخش. تو یه مدتی عقد عروسیتو بنداز عقب. قول میدم کاری کنم که جلوی مهدی و خانوادش سربلند باشی. بابا جونم واقعا فکر کردی اینقدر بیفکرم که بخوام شما رو بندازم تو دردسر؟ من هیچ وقت فکر نکردم که تو آدم بیفکری هستی. مطمئن باش اگه مهدی بخواد کاری بکنه که به خانواده من سخت بگذره باهاش زندگی نمیکنه. تا حالا چند بار عقب انداختم اقل؟ نمیدونم دو بار سه بار یادم نیست. 10 بار دیگه هم لازم باشه میندازم اقل. ولی این بار دیگه نمیندازم چون لازم نیست. همین جهیزیه که زحمت کشیدین آماده کردیم بسمونه. بقیهش خودم و مهدی کار میکنیم میخریم. خونه رو هم اگه لازمه عوض کنیم. ولی این روش که شما در پیش گرفتی غلطه بابا. غلط. میدونم خودم. باید از قبل یه کاری میکردم که سر بازنشستگی لنگ نمونیم. ما لنگ نموندیم بابا. هیچ بابایی قول نمیده پسر گنده بکش که 150 میلیون بهت پول میدم بری کار را بندازی. چی کار کنه تفلک؟ 4 سال رفت دانشگاه ولی الان کاری نیست انجام بده. مقصر شمایی؟ میرفت فنی حرفه‌ای کار یاد میگرفت. میرفت پیش دایی تعمیری اخچال. به قول خودتون لیسانس اقتصاد گرفت پیش وزیر اقتصاد. بابا جونم بهش بگو نمیتونی. اگه خونه رو عوض کنین حالا خون والا خون میشینا. مگه چقدر درآمد داری بخوای اجاره بدی؟ خود مرتضام قول داده تو کارگاهش کار کنه کمکم کنه. مرتضی اگه از اون کارگاهش پول درآورد من اسممو عوض میکنم. 3 ماه دیگه میرن دستگاه رو نصف قیمت میفروشن میگن کار نگرفت. پس تو عقد عروسی رو میندازی عقب؟ من هیچی به جهیزی هم اضافه نمیکنم. ولی عقد سر موقع میدارم. خودم هم میرم این درون در میزنم قد چیزایی که لازم داریم یه وام میگیرم و تمام. شما هم نگرانه هیچی نباش. آجو چی شد؟ بهش گفتم یه خودش همه چیه جفتجور میکنه. یعنی چی؟ یه هر کاری صلاحه با خونه با کنید. عقد عروسی رو میدازیم عقب همونطور که تو گفتی.
مطمئنی آقا جون؟ خیالم راحت باشه؟ دمت کرم آقا جون، حلش کردی، حرف دلتو بهش زدی، راحت شدی، قربونت برم. من برم برسم به کارم، خیلی دیرم شده. برسونم من فردا شب تاکسی میگیرم میرم. آقا جون مواظب خودت باش. بله. سلام مسلمی جان. رضایی هم. چطوری آقا رضایی؟ حالت خوبه؟ شد. بعد خوب برقاتی. ببینم فردا چی کاره این؟ میرم سر کار دیگه. وقت گرفتیم از پاسپورت پرونده صندوق کاوش. بریم باهاش حرف بزنیم. بریم چی بگیم؟ ای کاری میخواستم بکنن تا حالا کرده بودن. بریم حرفمونو رو در رو بزنیم. پیگیر که باشیم میفهمن نمیتونن ماجرا رو سنبل کنن و تمام. باشه بریم. میبینم. خداحافظ. خداحافظ. چند سال توی بندرعباس روزای خوبی داشتیم، نه تا ها؟ هر موقع وقت میکردیم میامدیم کنار ساحل یه چیزی میخوردیم. کلی جای دیدنی رفتیم. جزیره قرق، جزیره هرمز، جزیره هنگام. خوب بود تا ها، نه؟ خودت داری میگی خوب. اون وقتی همه خوبی ها میخوایم ول کنیم بریم. دم دیگه بول نگیر دیگه. نظرم باشه بول بشه نازنین تنها نباشه، اندونت هم ببر، یه دل سیرم با دریا خدا بزید. باشه بابا. نازنین! اندونه؟ مهدیه. مهدیه خانم. چی شد؟ چی شد؟ فیلم خونه تهران که برات فرستادم میگه دیدی؟ تو میگی خوبه لابد خوبه دیگه. یه مدت میریم بیشه خانم جون، وسایلم بالاخره یه جایی میذاریم دیگه، بعد سر فرصت میگردیم اون خونه ای که دوستاری رو پیدا میکنیم. خوبه؟ اینجوری که تو ما رو به خط کردی وقت میمونه که دنبال خونه بگردیم؟ نتی جان ما با هم صحبت کردیم. اینقدر وابستگی هم خوب نیست به خدا. وابسته نیست. نگرانم. خودت هم خوب میدونی بابت چی نگرانم. همین حرفارم هم رفته به خانم جون زدی دیگه.
نازنین مامان چشم درد میگیره. نه مامان خوبه، راحتم. میگم آقا تو این دعای سفرم برای ما نخوندی یا نمیخوای بخونی؟ نه. بله، خیلی دست شما درد نکنه. میگم آها، این باغ وحش تهران رو یادته یه بار با این عمو حامد و اینا رفته بودیم، خوش گذشت؟ وای بابا، میشه دوباره بریم؟ آخه خیلی خوش گذشت. حالا چرا نمیشه؟ تازه تاها هم بخواد میتونه با ما بیاد. من دلم نمیخواد. بریم از اون بستنی خیلی خوشمزه ها هم بخوریم. بله بستنی هم میخوریم. از اونو هم دلم نمیخواد. من فقط دوستا هم میخوام که دیگه نمیبینمشون. تا بس کن دیگه. خانم میگم میوه ای چیزی نداری بدی بخوریم پشت فرما خوابمون نگیره؟ تازه 3 ساعت راه افتادیم، خوابت گرفته؟ نه مثلا گفتم خواهم نگرفته و... چاقو یادم رفته بیار. بله مثلا میوه با پوست بده بخوری. پرتقال و لیمو شیرین و ملون داریم، کدوم رو میل داریم بدم خدمتتون؟ مثلا پرتقال خوبه دیگه. پرتقال نازنین ماما یه پرتقال بده به بابا. دست شما درد نکنه. آه بابا داری چی کار میکنی؟ ای تلخه، زبونت هم چسبی میشه. خندید. بابا بابا راست میگه، خندیدی. روشو کرد اونور، ما نمیگه خندیدی. خندیدی خندیدی خندیدی. ولی ما چند ماه داریم دوندگی میکنیم، مدت زیادیه که این پرونده تشکیل شده، ولی تو الان چی؟ هیچی به هیچی. البته این پرونده مدت زیادی نیست که در اختیار من قرار گرفته، ولی من بابت طولانی شدن روال اداریمون از شما عوض میخوام. حالا کی به نتیجه میرسه؟ من تمام تلاشمو میکنم که هر چه زودتر این پرونده رو تکمیل کنم. صندوق بازنشستگی کاوش مؤسسه بزرگیه، تو این 15 سال عملکردش هم مشخص. برای رسیدگی به این پرونده باید ابعاد مختلف رو بررسی کنم. چه ابعادی جناب سعادت؟ یه قول و قراری بوده بین صندوق و بازنشسته‌ها که اونا به قولشون عمل نکردن، خلاف وعده عمل کردن. آقا حقوقا رو سر موقع ندادن، واما رو ندادن، با همینا میشه دادگاهیشون کرد؟ به همین سادگی که نیست. ما همه بدبخت و بیچاره ایم آقای قاضی. شما یه چند مدتی صبر کنید، به منم اجازه بدید که با تأمل بیشتری کار جلو ببرم. به عمتون عمر بده. به محض اینکه پرونده رو تکمیل کردم، شما هم به حق خودتون میرسید. الان ما چیکار کنیم؟ 60-70 هزار نفر عضو این صندوق هن جناب بازپرس. انشالله ماجرا هر چه زودتر حل و فصل میشه، مطمئن باشی. انشالله شما به کارا سرعت بدی. ما امیدمون به خداست و قوه قضاییه که اومدیم اینجا جلوی شما نشستیم. متوجهم، خیالتون راحت باشه.
ببخشید الانم باید به یه پرونده دیگه رسیدگی کنم. لطفا بفرمایید. بلند شو. معصوم رویای بابا مرتضا سلام چرا اینجا اینقدر سوت و کوره؟ هیچی بابا بچه ها کجا هست؟ چی شده؟ مثل خروس جنگی پریدن به جون هم دیگه. سر چی؟ رویا رفت تو شکم مرتضی که داری بابامو میندازی تو دردسر. که کدوم پدری همچین پولی بده دست بچهش؟ مرتضی فهمید که بهش دروغ گفتی. چه دروغی گفتم؟ که رویا حاضر شده عقد و عروسیشو عقب بندازه، که راضی شده خونه رو جابجا کنیم. هدایت اشتباه میندازی پشت اشتباه. ای بابا صد دفعه بهش گفتم تو کاری که بهت ربطی نداره دخالت نکن. مرتضی هر کاری میکنه به خاطر نداست. اتفاقا رویان بهش همینو گفته که اگه خانواده ندا تو رو همونطور که هستی میخوان خب باشون برو جلو، وگرنه به خاطر دل خودت بابا رو بدبخت نکن. کجا الان؟ رویا تو اتاقشه. منم آب پاکی ریختم رو دست مرتضی، گفتم از اینجا تکون نمیخوریم. اونم ناراحت شد، ساکشو بس و زد بیرون. زد بیرون؟ مگه ما از این چیزا داشتیم تا حالا؟ کجا رفت؟ کجا داره بره؟ لابد رفته خونه سروش. گفت میرم فردا با ندا صحبت میکنم، میگم تو اصلا فکر من خانواده ای ندارم. اگه میخوای همینجوری با من ازدواج کن، وگه نه هیچی. بی خود کرده؟ ما آبرو داریم، مگه دست خودشه؟ میخواد هر کس اون هر کس پشت سر مو حرف بزنه؟ به نظر منم کارش غیر معقول نیست. بالاخره یه سره میشه. اگه خر بشه بره خارج چی؟ خودتو همین وسط قش میکنی. نباید میذاشتی بره. خودم مشکلشو حل میکنم. حالا که این بچه از خر شیطون اومده پایین، تو سوار شدی؟ خر شیطون کدومه؟ میخواد با دختری که بهش علاقه داره ازدواج کنه. این خر شیطونه؟ ندا خر شیطونه؟ این که توقعاتشو تو بردی بالا خر شیطونه. چه شد؟ چیزی نیست. مگه ما قهر از خونه داشتیم تا حالا؟ بابام باید توقعاتشو برآورده کنم. تا جایی که زورت برسه قربونت برم. زورم میرسه، بیشترش هم زورم میرسه. تا جایی که رویام چیزی کم و کس نداشته باشه.
الو مرتضا، من سر کوچه سروشم، یه تشبا بیادم به در کارت دارم. سلام بابا. سلام. خوبی بابا؟ آمار دریوریای رویا رو که گرفتیم، خالی بندیای شما هم که برای من رو شد آقا جون. من الان باید خوب باشم؟ مرتضی بابا گرفتاریم زیاده، درسته، ولی رو قولی که بهت دادم حساب کن. چجوری آقا جون؟ هر راهی که قرار بود بری که خورد به دیوار. قرض و قوله هم که نشد، وام هم که نتونستی بگیری، مؤسسه بیشرف کاوش هم که کله شما رو کوبون به تاق. چورش میکنم بابا جون، یه ما به من فرصت بده حلش میکنم. بابای من قربونت برم، من که نمیخوام شما رو آزارت بدم که. آخه آزار نمیدی. مثلا میرم خونه بابای ندا میگم خرمو از کرگی دم نداشت، شما رو به خیر، ما رو به سلامت. از این کارا نمیکنی بابا. ولکن بابا، بساتمو جمع میکنم میرم دبی جای کارگری میکنم، نه دیگه شما ریخت نعس منو ببینی، نه من مایه خفت شما بشم. او یارو هم که پرون دیویزاییر نمیشه که به اونجا ببریم خونه. به خاطر من نه، به خاطر مادرت. آقا مرتضی رو من زمین ننداز، ببریم خونه. باش آقا شون، باش. داری اشتباه میکنی هدایت، هر روزم که میگذره سختتر میشه این اشتباه رو جمع کرد. خدا ولیکن بشمار ببین. درست درسته، دست شما در زنده باشید. خیلی لطف کردین. تا بابا بیا بابا بودو. زحمت هم ببرید. باشه. میتونی تنهایی بیاری؟ نه نه. میتونی کمک. یا آقا سب عزیزم. آقا باعث افتخاری که یه بازپرس خیلی معروفی توی این مجتمع همسایی ما باشه. بخشید. شما از کجا میدونی من بازپرسم؟ واقعیتش خانم بنده یه ظرف میوه ناقابلی آورد در واحد شما، تقدیم کرد به همسر محترم شما. از اونجا ما متوجه شدیم که شما بازپرس هستید. زحمت کشیدن دستشون درد نکنه. اون کارتون همجا بذارید من برمیدارم. خیلی لطف کرد. خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. بفرمایید. آدمیزاد لازمه که یه بازپرسی، یه قاضی، یه دکتری آشنا داشته باشه برای موارد اضطراری. حالا ایشالله این موارد اضطراری اصلا پیش نیاد یا کم پیش بیاد. خیلی خوشحال شدم به خانواده. سلام برسید. بفرم. من داجر هستم. محسن داجر. آره. محسن داجر. داجر. بله. بله خیلی خوشبخت. این کارت ویزیت بنده. بله. محبت کن یه پیامکی رو ولی بنده بفرست که شماره داشته باشم. شاید لازم بشه. خیلی کردید. سلام برسید. دست شما درد نکنه. بفرست. بله. هر دستوری که داشته باشی رو من حساب باز کن. زنده باشید. مخلص هستم. خانواده سلام برسونید از خانم خدا نگهدار. خداحافظ. موفق باشین. خداحافظ. خوش اومدی. برم. خوش اومدی مادر. آقا صدرا. بله. خونتون چرا آسانسور نداره؟ دیگه ببخشید ما با پولی که داشتیم تونستیم همینجا رو بریم طبق اول دیگه. من سه طبقه بالا نمیای بالا، من نگران تو هستم. آها که. آقا علی علی صلوات بفرستید. بفرمایید. آقا نشکست. فدای سر. فدای سر. خیلی ممنون. دفعه جان زحمت کشیدی. ببین کجا گذاشتی؟ مامان فیزیک من
نهیدی؟ بیالا شیرنی بردار بس پیدا میکنی فیز بیو بشینو برو اونجا رو بگم بطه این همسی اسمش چیه داجه؟ آره این بین زودی از کجا فهمت شغل من چیه؟ خانوش ما در خونه دیگه منم گفتم کارمند دادگستری هی حرف تو حرف اومد منم گفتم دیگه خواستی نامرمون داشته باشم چکنم بخیه آقا پرداش این نیمه در مورد این صندوق بازنشستگی کاوش چیزی میدونیم؟ چطور؟ آقا من شنیدم برایش پرونده تشکیل شده میخواستم ببینم که بازپرسش کی آشناس نیست آخه برای چی؟ آقا ببین من بندر عباس یه پرونده دستم بود این متهمش یه شرکت داشت زیر مجموعه همین صندوق کاوش یه خود بودا بود با دادستان که صحبت کردم گفت برایش نگار پرونده تشکیل شده بازپرسش منم بح خب این خیالم راحت مو رو از ماس میکشیم فرمادم این آمده برو خیلی طول نکشید. سرجم 59 روز تو بند جرایم مالی. چجوری؟ جمع جورش کردیم. وام گرفتیم از بان. یه مقدار بدهیامون رو دادیم. بعدش هم باش کار کردیم و خدا شکر مشکلمون حل شد. وقت دادم. که هرچی خوردریز بدهی بود دادیم به. میگم چرا از این سامانه ثبت من سند زمین رو پیگیری نکردی؟ راستش مو به مو من همه چی رو چک کرده بودم بونچاق، کد رهگیری، همش درست بود ولی نگو جل کرده بودم این شد که رسیدیم صفر مطلق و دوباره شروع کردیم صفر صفرم که نه البته خدا کمکمون کرد که زودتر سر پا شدیم بس خدا رو شکر خدا رو شکر میشه این بحث رو تمام کنیم داریم شام میخوریم مهدی جان جانم مدرسه چی شد مادر؟ باید برم باقر شهر باقر شهر؟ آره چرا این همه دور؟ که دست خودم که باقر نیست باقر شهر دیگه کجاست؟ نزدیک به زهرا مادر دور نیست خیلی خانم جان با مترو میرم راست میگه صدرا جادهش خطرناک نباشه خانم جان خودش دلش میخواد بره خانم جان متروه دیگه ایستگاه باقر شهر پیاده میشم میرم راست میگه ای بابا اشتهام کور شده بدم کنی اصلا نمیشه نیست که خانم کجا میره شما خانم جان صبر کن میرا زودتر شامو بخور باید جمع جور کنیم فردا باید بری سر کار شما تا دیر وقت سر کار هستیم حداقل کارا رو انجام داده باشیم شامتون رو بخوریم
خسته نباشی. ممنون. میگه هنوز تو فکر این بچه های مدرسه تو بندر عباسی نه؟ وقتی اونم خدایی دارن دیگه. بخوای یه کار کنی مثلا فردا زنگ بزنی بگی نمیای مدرسه، چون برام بریم یه دوری بزنی؟ نه نمیشه، فردا از اداره میان، مدیر گفته حتما باید باشم. اوه اوه اوه، مدیرم میاد و نمیشه. مهدی؟ بله. میگم اگه من جای تو بودم اصلا یکی مثل خودم رو تحمل نمی کردم. فعلا که جای من نیستی. نه یعنی کارم دیگه، میدونی 24 ساعت درگیرم، بعد ذهنم همیشه مشغوله، آدم بعد اونو پیشه دیگه گنده دماغ. بهت حق میدم تحملم رو نداشته باشه. این همه توضیح میدی که چیو بگی؟ آها چی بگم؟ میخوام بگم که اولا اینکه خب قدردانم، بعدم همیشه آمادم که معذرت خواهی کنم دیگه. نیازی به عذرخواهی ندارم. نیازی نداری. اگه نگران این دوری راه و مدرسه و اینایی که خب یه راهی براش پیدا میکنیم دیگه. هم؟ نگران نیستم. اگه مجبور نبودم نمی اومدیم. نگران نیستم، اما دلخورم. دلخورم بابت همین جمله‌ای که الان گفتی. چی بود؟ اگه مجبور نبودی نمی اومدیم. دلخور نیستم بابت اینکه چرا اومدیم تهران. آره دل کندم برام سخت بود، از خونمون، از اون شهر، از مردمش، از بچه های کلاسم. اما من به خاطر تو همه کار کردم. پس این دلخوریت؟ دلخورم بابت این که به هم راستشو نگفتی، به این که فکر کردی بچه هم. گفتی قوه قضاییه یه نامه زده مجبورت کرده که بیای، ولی مهتاب میگفت اونا کسی رو مجبور نمی کنن. حتما بهت پیشنهاد دادن، گفتن یه پاسپورت میخوام که تسلط داشته باشه به امور اقتصادی، تو هم قبول کردی. ولی اگه راستشو به هم میگفتی قبول میکردم، حتی اگه اینقدر برام سخت بود قبول میکردم. مثل همون 6-7 سال پیش که خانوادم رو ول کردم و اومدم باهات بندر عباس. جون صبح شما بخیر. سلام صدر جان، بچه‌ها نفهمم از زنگ زدم. نه من بیرونم، اتفاقی افتاده؟ امروز حتما باید ببینم. باشه بعد از ساعت کاری میام خونه. تو الان کجایی؟ من الان دم در خونه، ولی بعدش میرم دادسرا. خیلی خوب، من میام همون دادسرا میبینم. زحمتتون میشه؟ نه آدرسو بفرست. خداحافظ. خداحافظ. شما
شهرونده یه لحظه اجازه بدین. خواهش میکنم، در خدمتتونم. بله، این دستگاه برای مصرف خانگیه. اگه شما مایل باشین من به کارشناسامون میگم باهاتون تماس بگیرن برای خرید و نصب. مصرف خانگی یعنی دقیقاً چه خونه ای؟ مثلا به متراژ خونه اینا بستگی داره؟ نه مادر جون، اصلا ربطی به متراژ خونه نداره. میان اینو زیر سینک ظرفشویی نصب میکنن، به راحتی کار میکنن. خب به تعداد نفرات بستگی داره. ببینم شما خودتون چند نفرین؟ چهار نفری. خونتون چی؟ خونتون چند متره؟ خونم 80 تا 83 متر. اون وقت از این تو باغچه هم میشه استفاده کرد؟ باغچه؟ مردی که کسافت بی حیا، مگه همسنه توی که سر به سرش میذاری؟ آقا چی می؟ من اقل... چرا اینجوری میکنی با مردم؟ تو حالت خوبه؟ شرمندتم بسون، ناراحتت کردم. این اون زندگی نبود که قرار بود برات درست کنم. شرمنده؟ برات فلافل درست کردم که خیلی دوست داری. صدرا، 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 سویچ ماشین به شکلی دیه. از این به شما با ماشین میری و میای. نازنین رو برسون مدرسه. تاهارم بذار خونه حامدین رو تا رازیش کنم بره مدرسه. من زودتر رفتم برای بگیری کارای بیمه تا. ارادت من صدرا. عالی قرار بگیرد، انسان نباید به کرنش کند، تواضع کند، فروتنی کند برای این که او ثروتمند است، برای او این که او مثلا یک مقام دنیایی دارد. نه، بلکه اگر برخورد کرد با تکبر با اغنیا رفتار کند. یکی از مواردی که پسندیده است تکبر، یعنی از نظر حرکات بیرونی همین است. اعتنا نکردن. غنیی از نظر مالی به فقیری از نظر مالی تواضع و فروتنی کند چقدر زیبا؟ زیباتر از این است که فقیر تکبر کند بر غنی. اتکالاً علی الله، اینجا دارد اتکالاً علی الله، در حالی که این تکیه‌گاهش خدا، یعنی رو بُعد معنوی حساب می کند، نه رو بُعد مادی. خب، خانم بچه ها چطورن؟ خوبه، هم دست شما درد نکنه. پسرتون اسمش تاها بود، درسته؟ پاش چطوره؟ خوبه، خیلی ممنون. خوشحالم از اینکه پذیرفتید و اینجایید. کسی که حقوق اقتصاد خونده و به پیچ و خمای کثافتکاری های متهمان مسلطه، به تعداد انگشت های دستم نداریم. ایشالله که مفید باشه. حتما هستید. ابلاغتون رو برای شعبه 7 بازپرسی زدم. دست شما درد نکنه. امروز میاد. بفرمایید، سرد نشه. خیلی ممنون. دمنوش آجی. آمارتون رو دارم آقا صدرا. بله. چند تا پرونده مفتوح تو این شعبه هست که به سرانجام نرسیده تا اقتصادیاشو بررسی کنن. بله. اونا رو جمع و جور میکنی. یه پرونده مهم هست، مفقود شدن دکل نفتی. یه آدم قاطع و خیلی نترس میخواد. قاطعی دیگه؟ قاطع شاید، ولی این نترسی که میگی نمیدونم.
آقا صدر کی جرأت داره از شما نترسه، خبرش رسیده. تا جاگیر بشی چند تا پرونده کوچیک سمت ترجا میدم از این بر. بفرمایید اینم اتاق شما. آقا سلام. علیکم. آقا حسین سلام. سلام علیکم. تو را به این پنجره رو باز کنی خود بوی رنگ بره. چش آقا. اینجا اتاق پاسپورت منفرد بود که منتقل شد کیفری کرج. آقای ترابی کارآموز هستن، چند ماهی کار کردن با منفرد. اگه میخوای بمونه پیش شما، اگر نه بفرستمش یه شعبه دیگه. بله بمونی آقا، بره. حاجه هر شما سلام میدونی. آقا خیلی ممنون، لطف کردی. خانم فناییان و آقای صادقی هم که بله. تو شعبه خدمت شما هست. آقا خیلی مخلصی، دست شما درد نکنه، زحمت. من برم فعلا. ارادت. خورده پول لازم دارم. 115 میلیون تونه ضمانت چیه رو که گرفتم؟ عرض کردم 115 میلیارد تومن، میلیارد. ببخشید بابا جون، برای ته این کاری که داری میکنی بدبختیه. تو به من خول دادی.